بله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بفرمائن خير محترم. مولاي صاحب، بك سؤال بشتم. أول سؤال ما خناستك اسم التمنى. أو بفرمائن. درست كتابي أسياني. دول مولاي صاحب اني أكاتك بكات حكومات ميزانا. يعني كي حكومات ميزانا يك مشكلة دارة. يعني در مقابل زباد چي أكسلمات نشان دار. خوب، ان شاء الله صحبت میکنیم خواهر محترم. تهمت بستن گناه کبیر است. کسی که بر یک مؤمن تهمت میبنده، او مرتکب گناه میشه. در برابر ازی عکس العمل نباید به گونه‌ای باشه که ما هم به او تهمت ببندیم، بلکه عکس العمل ما بر مقتضای اخلاق و با رعایت با آداب انسانی و بگونه باشه که او شخص متوجه اشتباه شوه، نه ای که ما یک تصادم ایجاد بکنیم و نه ای که ما باعث یک برخورد شویم و او جانب که تهمت بسته و جهالت کرده به اصطلاح از جهل کار گرفته، ما هم اگر از جهل کار بگیریم در برابر از او، اگر از هر دو جانب جاهلانن، اگر زنجیر باشد بکسلانن. یک جانب وقتی که جهالت میورزه، جانب دیگه باید با روی کرده اخلاقی او را پاسخ بده و او را متوجه بسازه به اشتباهش، تا از این طریق ما ریشه های ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی را ریشه‌کن بسازیم و از بین ببریم. تماس بعدی را میگیریم. بله؟ بله، آواز ما را میشنوین؟ بله، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. من کسی که پیسه از جیب شوهر خود بگیره بازم خانه خرج کنه، این گناه؟ نفهمیدم خواهر محترم، میشه باز تکرار بکنین؟ بله، گفتم پیسه اینه مثلا از جیب شوهر خود آدم خود میگیره، اما در مصرف میکنه بازم خانه، این گناه؟ پول شوهر میگیره. درست، انشاءالله صحبت میکنیم خواهر محترم. یک خانمی که در خانه پول شوهر میگیره مصرف میکنه، خواهر محترم، گناه نیست. شوهر مکلف است به پرداخت نفقه برای خانم. نفقه شامل چهار چیز میشه، همیشه یادآوری کردیم: مخارج مصارف خانه، لباس و فرش و ظرف، و همچنان خانه مستقل و تداوی. شوهر یک مقدار پول باید به خانه بپردازه که خانمش مصرف کنه. وقتی که او مقدار پول میپردازه و خانمش مصرف میکنه در خانه، مشروط به ای که اسراف نکنه، در جاهای بیهوده مصرف نکنه، گناه نیست و این مقتضای نظام خانوادگی است و مقتضای اخلاق است.